فرصت بزرگ شما. فقط یک دارو دارید، کلام خودتان. عیسی مسیح گفت: لیکن به شما میگویم که هر سخن باطل که مردم میگویند حساب آن را در روز داوری خواهند داد، زیرا که از سخنان خود عادل شمرده خواهی شد و سخنهای تو بر تو حکم خواهد شد. هر روز روز داوری است. به ما آموخته بودند که این روز آخر دنیاست. به زندگی گذشته خود بنگرید تا ببینید چگونه با کلامتان سعادت یا مصیبت را به سوی خود فراخوانده اید. ذهن نیمه هوشیار ذره‌ای حس شوخ طبعی ندارد. مردم به گونه مخرب درباره خود شوخی می‌کنند و ذهن نیمه هوشیار نیز آن را جدی می‌گیرد. به محض اینکه سخن می‌گویید، تصویری ذهنی ایجاد می‌کنید که بر ذهن نیمه هوشیار اثر می‌گذارد و آنگاه آن تصویر در برون جلوه‌گر می‌شود و عینیت می‌یابد. انسان با خبر از نفوذ کلام در گفتار خود دقت بسیار به خرج می‌دهد، زیرا کافی است مراقب واکنش کلام خود باشد تا بداند که بی ثمر باز نخواهد گشت. مردمانی که به هنگام خشم یا نفرت سخن میگویند بزرگترین خطا را مرتکب میشوند، زیرا کلامشان عواقب سخت ناخوشایند خواهد داشت. به دلیل نفوذ طیفی یا قدرت تموجی کلام، هر آنچه بر زبان آورید همان را به خود فرا میخوانید. مردمانی که مدام از بیماری سخن میگویند بیماری را به سوی خود میکشانند. نیروهای غیبی بی وقفه برای آدمی گرم کارند و هرچند او به این حقیقت واقف نباشد، سر نخ همواره در دست خود آدمی است. در کتاب مقدس می‌خوانیم که موت و حیات قدرت زبان است. با این حال بیشتر مردم از صبح تا شام به طرزی مخرب سخن می‌گویند، زیرا انتقاد و ملامت و شکایت برای آنها به صورت عادت در آمده است. چون مشتاقند مدام از بد اقبالی‌های خود سخن بگویند و از اینکه خویشاوندانشان تا چه اندازه حقیرند، در نتیجه دوستانشان را به سطوح می‌آورند و مردم هم از آنها می‌پرهیزند. با این سخنان تنها خود را به درون انبویی از مشکلات می‌افکنند. حال که به نفوذ کلام پی برده‌ایم، چرا از آن بهره نگیریم؟ ما از مواهبی چون رادیو و تلفن و هواپیما نهایت بهره را می‌بریم، اما انگار به هنگام گفتگو ترجیح می‌دهیم با حصار سازان زندگی کنیم. اکنون علم و دین دارند به هم میرسند و در یک نقطه با هم تلاقی میکنند. علم قدرت درون اتم را کشف میکند و ما بعد و طبیعه قدرت نهفته در اندیشه ها و کلام را میآموزاند. آنگاه که با کلام سر و کار داریم، باید بدانیم که دینامیت در دست داریم. برای نمونه به نفوذ کلام در امر شفا بخشیدن بیاندیشید. کلامی بر زبان می آید و فعل و انفعالی شیمیایی در تن پدید می آورد. یکی از دوستانم سخت بیمار بود و پزشک بیماریش را برونشیت مزمن تشخیص داده بود و گفته بود که احتمال ذات‌الریه نیز وجود دارد. دخترانش به توصیه پزشک او را بستری کردند و پرستاری به بالینش آوردند. هفته ها گذشت و بهبودی حاصل نشد. او شاگرد حقیقت بود، اما یک سال بود که در هیچ یک از جلسه ها شرکت نکرده بود و از مطالعاتش نیز دست کشیده بود. خلاصه یک روز صبح به من تلفن کرد و گفت: بیا و شفاعتم را بکن، کلامی بر زبان آور و از این وضع نجاتم بده، چون کلافه شدم و دیگر تاب تحمل آن را ندارم. من اصلا بیمار نیستم، فقط جانم به لب رسیده و به تنگ آمدم. این همه صحبت و فکر منفی چیزی نمانده که زمینگیرم کند. البته این را نیز باید اضافه کنم که با شفاعتی که من بر زبان آوردم و بیان موکد کلام حاوی حقیقت که خود بر زبان آورد، بیدرنگ بهبود یافت. ناگهان به دلش افتاد که از خانه بیرون برود، هرچند به او گوشزد کرده بودند که کاری خطرناک است، اما این بار او از هدایت الهی پیروی میکرد. به راستی چه پیش آمده بود؟ کلام حقیقت در ذهن او دگرگونی پدید آورده بود. از این رو در تن او نیز فعل و انفعالی شیمیایی پدید آمده بود. به ما گفتند که اگر ایمان داشته باشیم و ذره شک به دل راه ندهیم، می توانیم به کوه بگوییم از جا برخیز تا کوه در دل دریا ناپدید شود. نیروی بیکران آدمی با خیرخواهی عیان می شود. انسانی فارغ از ترس و نیازرده از ظاهر امور که نیکخواه همه آدمیان و ملت ها باشد، می تواند به کوه نفرت و جنگ بگوید از جای برخیز تا چون روز نخست ناپدید شوند. انزجار و ناشکیبایی قدرت آدمی را از چنگ او می رو باید. باید در کوی و برزن این علائم را بر دیوارها بچسبانیم که مراقب اندیشه‌هایت باش، مراقب کلامت باش. پس اکنون بیایید در هدایت این نیروی پویای درون خود دقیق باشیم.
باشد تا آن را برای شفا بخشیدن و برکت و دولت طلبیدن هدایت کنیم، چون نفی این تموج به صورت امواج خیرخواهی برای تمام جهان به پیش می رود و هرچند اندیشه خاموش است اما نیروی عظیم دارد. قدرتی که در خیرخواهیتان نهفته است هرچه مانع را از سر راهتان می روبد و مراد دلتان را به شما می دهد. به راستی چه چیز از آن شماست؟ پاسخ این است: ملکوتی که از ابتدای عالم برای شما آماده شده است. برآوردن هر آرزوی درست دل را با آدمی وعده داده اند. در کتاب مقدس 3000 وعده به انسان داده شده است، منتها این موهبت ها فقط زمانی می توانند به سراغمان بیایند که آنها را ممکن بدانیم، زیرا همه چیز باید از طریق تو بیاید نه به سوی تو، زیرا زندگی سراسر تموج طیف یا نفحات است. احساس دولت بندی کنید تا هرچه ثروت را به سوی خود بکشانید. احساس توفیق کنید تا موفق شوید. پسر بچه ای را می شناختم که در شهرستانی کوچک و محروم به دنیا آمده بود و همانجا زندگی می کرد، منتها همیشه از احساس موفقیت و این اعتقاد راسخ که وقتی بزرگ شود هنرمندی بزرگ خواهد شد سرشار بود. احدی قادر نبود دل سردش کند، زیرا وجودش یک پارچه خود موفقیت شده بود و در سرش جز موفقیت فکر دیگری وجود نداشت. از هستیش نور موفقیت ساطع می شد. هنوز نوجوانی بیش نبود که شهرستان کوچک را ترک کرد و به شهری بزرگ رفت و بدون هیچ آمادگی قبلی به عنوان هنرمند روزنامه برای امرار معاش خود در روزنامه ای کاری پیدا کرد. حتی این فکر که ممکن است خواستش محال باشد به ذهنش نیز خطور نکرد. ضمناً به هنرستانی رفت و یک شبه پرتوی تابناک شد. با این که هرگز تحصیلات آکادمیک نکرده بود اما هرچرا که یک بار می دید به خاطر می آورد. چند سالی نگذشت که به شهری بزرگتر رفت و هنرمندی نامدار شد. این موفقیت از آن روی به سراغش آمد که همواره موفقیت را می دید. تمام این زمین را که می بینی به تو خواهم بخشید. به قوم بنی اسرائیل گفته بودند که همه زمینی را که می بینند می توانند برای ابد دارا باشند. کتاب مقدس کتابی است درباره مابعد و طبیعه و روی سخن آن با همه افراد است. و اکنون به یکایک که ما می گوید همه زمینی را که می بینی به تو خواهم بخشید. پس با چشم باطن خود چه چیز را می بینید و چه تصاویر را به زندگی خود فرا می خوانید؟ قوه تخیل را قیچی ذهن خوانده اند. پس اگر به شکست فکر می کنید بیدرنگ اندیشه‌تان را به توی موفقیت بازگردانید. ظاهرا کار آسانی است، منتها وقتی اندیشیدن به شکست به عادت بدل شده باشد شکستن این عادت مستلزم جد و جهدی مدام خواهد بود. البته همیشه نمی توانید اندیشه‌تان را مهار کنید، اما کلام خود را که می توانید در کف اختیار بگیرید و سرانجام کلام بر ذهن نیمه هوشیار اثر می گذارد و پیروز می شود. اگر در حالت ذهنی منفی به سر می برید مدام این جمله را تکرار کنید: به آنچه پیش روی من است با اعجاب می نگرم. تکرار این جمله در ذهن انتظار وقوع رویدادی اعجاب انگیز را می آفریند و یقین داشته باشید که عاقبت رویدادی اعجاب انگیز به سراغتان خواهد آمد. این احساس را در خود بپرورانید که همکنون معجزه ها و شگفتی ها از راه می رسند. منظور این است که امید و ایمان به موفقیت را در خود بپرورانید. شماری اندک از مردمان در زندگی صاحب آن چیزی می شوند که سزاوار آن هستند. آنها همواره در حول و حوش مراد دل خود پرسه می زنند و آرزوی خود را عالی تر از آن می پندارند که به وقوع پیوندد. حالان که از دیدگاه انسانی که از نظر معنوی بیدار است هیچ چیز آنقدرها خوب نیست که پیش نیاید. اگر میل دارید به گفتگوی مردمی گوش کنید که در رویای آدم ابوالبشر همچنان خفته‌اند، کافی است به درون یک آرایشگاه پا بگذارید. رویای آدم ابوالبشر یعنی توهم از داد. آدم پس از خوردن از درخت وهم در خوابی ژرف فرو رفت. البته آدم در اینجا به معنای نوع بشر یا پسر انسان یا انسان تبار است. انسان تبار بیهوده تنگ دستی و فقدان شکست و گناه و بیماری و مرگ را تصور کرد. انسان بیدار تنها یک قدرت را می شناسد، قدرت خدا، و فقط یک وضعیت را می بیند، نیکی. اما اکنون دوباره برگردیم به سالن زیبایی. چیزی که در آنجا می شنویم کم و بیش شبیه جمله است که من شنیدم و اینن آن را نقل می کنم. زنی کنار دستم نشست و با صدای بلند گفت: اینجا که زیادی گرمه، خب یا یک چیز را روشن کنید و یا یک چیز را باز کنید. شاگرد سلمانی از او پرسید: امروز حالتان چطوره خانم نسه؟ زن با آهی عمیق پاسخ داد: خوبم، اما خب باید جمع بکنم تا خوب باشم.
آنگاه از خانم مانیکوریست پرسید چرا عینک نمیزنی؟ دخترک پاسخ داد آخه وقت عینک لازم ندارم چرا باید عینک بزنم؟ زن پاسخ داد برای اینکه همه عینک میزنن، تازه چه بسا اگر تو هم چشمت رو معاینه کنی متوجه شوی که چشمای تو هم عیب و نقصی دارند. آخر سر هنگامی که آن زن آنجا رو ترک میکند همه از حال میروند، تازه به این فکر میفتند که مبادا حالشان تعریفی نداشته باشد و خودشان حالشان نباشد، یعنی زن از خود حاله از بیم و تاریکی و دلتنگی به جا میگذارد. این است نمونه شیوه گفتگویی که تقریبا در هر سالن آرایش میتوانیم بشنویم و این است نحوه گفتار بیشتر مردمان. وقتی به نفوذ کلام پی میبریم و از قدرت کلمه آگاه میشویم، از آنجا که به دقت میدانیم چنین مردمانی کدام مصیبت را به سوی خود میکشانند و به زندگی خود فرا میخوانند، تیره پشتمان میلرزد و دچار خوفی مهیب میشویم، زیرا تقریبا همه آنها از بیماری ها و جراحی ها سخن میگویند. به هر چه توجه کنید با آن یکی میشوید، پس هرگز درباره چیز مخربی صحبت نکنید، چون کم کم به همان سیما در می آیید. اما به راستی چه چیز از آن شماست؟ همه برکت ها و موهبت هایی که با کلام به زبان آمده یا حتی با کلام خاموش خود به خیشتن عطا می کنید، یعنی هر آنچه که با چشم باطن خود می بینید از آن شماست و فقط ترس ها و تردید ها و انزجار های خودتان شما را از غنایم و خیر و صلاحتان دور نگاه می دارد. اگر از وضعیتی متنفر و منزجر باشید، در واقع آن را به خودتان جلب می کنید، چون از هرچه بدتان بیاید سرتان می آید و از هرچه بترسید همان را به سوی خود جذب می کنید. مثلا کسی نسبت به شما بی انصافی روا داشته و شما نیز از خشم و نفرت آکنده اید و نمی توانید او را ببخشید، زمان می گذرد و دوباره شخص دیگری عیناً همان کار را با شما می کند. دلیل این امر این است که شما تصویر بی انصافی و بی عدالتی را در ذهن نیمه هوشیارتان نقش کرده اید و این موضوع آنقدر تکرار می شود که تصور می کنید دچار لعن و نفرین یا بدقبالی و بی عدالتی شده اید. برای خونسا کردن این وضعیت تنها یک راه وجود دارد، به هرچه بی انصافی و بی عدالتی یک سر بی اعتنا باشید و خیرخواه همه دستندرکاران آن و مدام این جمله را تکرار کنید که اینی خواهی من برج و بارویست محکم پیرامون من، همکنون همه دشمنانم را به دوستان و هرچه ناهماهنگی را به هماهنگی و همه بی‌عدالتی ها را به عدالت بدل می کنم. از عمل کرده این قانون دچار حیرت خواهید شد. شاگردی با تکرار آن عبارت به کسب و کار آشفتش نظم و هماهنگی بخشید. به پشت سر نگاه نکنید و به روزگار سخت نیندیشید که دیگر بار گرفتار همان اوضاع خواهید شد. برای طلوع روزی تازه شکر بگذارید. در برابر هر امر دل سرد کننده یا ظاهر مخالف امور باید ایمن و مسئول باشید. هر آنچه آرزومند یا نیازمند آن هستید پیشا پیش در سر راهتان قرار دارد، منتها باید از خیر و صلاح خود کاملا آگاه باشید تا آن را در هوا بگیرید و متحقق سازید. پس از تکرار عبارت حاوی حقیقت یک باره به دریافتی آنی دست خواهید یافت، بارقه ای از تحقق آرزو. ناگهان خود را در محیطی تازه احساس خواهید کرد و آنگاه حس می کنید که اوضاع و شرایط منفی گذشته ناپدید می شوند. یک بار به زنی گفتم همکنون هرچه دیوار تنگ دستی و تحقیر فرو می ریزد و تو در پناه عنایت حق به عرض موعود خود وارد می شوید. زن گفت که ناگهان دید دیواری فرو ریخت و او از روی دیواری فرو ریخته گام برداشت. چندی نگذشت که دگرگونی عظیم نیز از راه رسید و زن به راستی به عرض موعود توانگری خود رسید. زنی را می شناختم که مراد دل دخترش این بود که صاحب خانه و کاشانه شود. دخترک در آغاز نوجوانی نامزدی داشت که کارشان به جدایی کشیده بود. از آن پس هرگاه که احتمال ازدواجی در افقهای دور پیدا می شد، دخترک از شدت بیم و هراس شکستی تازه کارش به جنون می کشید. چندین بار نیز این بحث پیش آمده بود. مادرش نزد من آمد تا برای ازدواج درست دخترش، ازدواجی چنان مطابق با طرح الهی که هیچ قدرتی نتواند آن را برهم زند، کلام لازم را بر زبان آورم. مادر به هنگام گفتگو یک ریز می گفت نلیه بیچاره، نلیه بیچاره. گفتم دیگر هرگز دخترت را نلیه بیچاره صدا نکن، تو با این کارت به قدرت جاذبه او لطمه می زنی. عوض نلیه بیچاره او را نلیه خوش اقبال و نلیه خوشبخت بنام، چون تو باید ایمان داشته باشی که اکنون دیگر خدا مراد دلش را به او می دهد. البته مادر و دختر هر دو به تکرار عبارات
حاوی حقیقت ادامه دادند. اکنون نیز نلی تقدیرش را به انجام رسانده و بانو نلیست و دیو ترس برای ابد ناپدید شده است. در کتاب مقدس آیات اعجاب انگیزی در باره در هم شکستن افکار منفی وجود دارد. قدرت روح قادر است به در هم شکستن قلعه های مستحکم. فتح و ظفر از آن خدای درون یا هوشیاری برتر است. اگر نه ذهن بشری توان پیکار با این اندیشه های منفی را ندارد. خلاصه برادران، هرچه راست باشد و هرچه مجید و هرچه عادل و هرچه پاک و هرچه جمیل و هرچه نیک نام است و هر فضیلت و هر مدحی که بوده باشد در آنها تفکر کنید. دراستی که اگر مردم از این آیه اطاعت می کردند برای مدت زمانی هرچه گفتگو بود بند می آمد تا نخست بیاموزند که تنها درباره مسائل سازنده سخن بگویند. زنهار مضطرب مشوید. از ابتدا تا انتهای کتاب مقدس مدام به ما گفتند که مضطرب و هراسان نباشیم، نیندوزیم و احتکار نکنیم، زیرا هر انسانی صاحب قدرتی نامرئی و بیکران است برای برآوردن هر نیاز. منتها این را هم به ما گفتند که تا به آن ایمان نداشته باشیم نمیتوانیم از این قدرت بهره ببریم. اگر میتوانی ایمان آری، مؤمن را همه چیز ممکن است. البته ایمان آوردن به این قدرت برای آدمی دشوار است، چون نه تنها ایمان را به او تعلیم ندادند بلکه بی ایمانی را به او آموختند. روزگاری میپنداشتند حکیمانه ترین کلامی که یک انسان میتواند بگوید این است: من فقط به چیزی ایمان میآورم که با چشم خود ببینم. علت این بود که در دنیای برون میزیستیم و تنها ظاهر امور را میدیدیم و میاندیشیدیم که همه چیز تصادفی پیش میآید، بیخبر از این که در پس هر معلول علتی است و این ما هستیم که موتور دستگاهی را روشن میکنیم که خیر یا شر را بر سر راهمان قرار میدهد. نمی دانستیم که واژه‌ها و اندیشه‌ها نوعی دینامیت هستند که در کمال دقت و فهم و شعور باید به آنها نزدیک شویم و آنها را به کار بریم. کلمات ناشی از عصبانیت و نفرت یا ترحم و دلسوزی به حال خود را می پراندیم و تازه متحیر می شدیم که چرا اینقدر بد آورده ایم و زندگی ما دشوار است. پس اکنون چرا به سراغ ایمان نرویم و ایمان را نیازماییم؟ بیایید به این قدرت غیبی الهی توکل کنید و برای هیچ چیز اندیشه مکنید، بلکه در هر چیز با صلات و دعا با شکرگزاری خواستهای خود را به خدا عرض کنید. آیا از این ساده تر و سرراست‌تر هم می شود گفت؟ عادات و اضطراب برای مردم عادتی مأنوس شده است. قالب‌های فکری کهنه‌ای که برای خود ساخته اید و در ذهن نیمه هوشیارتان نقش کرده اید چون خرچنگ هایی که به ته کشتی می چسبند و از آن جدا نمی شوند به ذهن شما چسبیده اند و دست از سرتان در نمی دارند. اما هر از گاهی این کشتی ها را در حوضچه تعمیر قرار می دهند تا خرچنگ هایی را که به ته آن چسبیده اند بتراشند. پس خرچنگ هایی نیست که به ذهن شما چسبیده اند باید همین فرایند را طی کنند و در اینجا حوضچه تعمیر یعنی وضعیتی خطیر. زنی رو می شناسم که در سراسر عمرش یک بزدل کامل بود، مخصوصا هنگامی که پای امور مالی به میان می آمد. از صبح تا شب نگران مسائل مالی بود تا اینکه یک روز به خود آمد و به این حقیقت پی برد که با این طرز تفکر تا چه اندازه خود را محدود کرده و در اسارت نگاه داشته است. پس ناگهان با جهشی عظیم به ایمان رو آورد، به جای اینکه برای رزق و روزی به بیرون بنگرد به خدا توکل کرد. هرگاه که می‌خواست پولی خرج کند به ندای دل خود گوش می‌داد و رهن موت‌های شهودی خود را دنبال می‌کرد. هر لباسی که به او احساس فقر می‌داد بیدرنگ به دور می‌انداخت و لباسی تازه می‌خرید که او را از احساس ثروت سرشار کند. هرچند پولی بسیار اندک داشت، با این حال یک دهم یا عشیره آن را وقف امور خیریه می‌کرد. در واقع خود را برای تموج نفحاتی نو کوک آماده می‌کرد. چندی نگذشت که امور در برون او نیز دگرگون شد، یعنی از زنی که کوچکترین توقعی از او نداشت و صرفاً یکی از دوستان قدیم خانوادگی بود $1,000 به او ارث رسید. چند ماه بعد 1,000 دلاری دیگر هدیه گرفت. آنگاه دروازه عظیم رزق و روزی او گشوده شد و هزاران هزار سرازیر شد. او با خزانه غیبی رزق و روزی خود یعنی با خزانه کل تماس حاصل کرده بود، یعنی برای برکت و نعمت تنها به خدا چشم دوخته بود. به این دلیل همه راه ها گشوده شدند. آنچه می خواهم بگویم این است که استراب و واهمه‌اش را در باره مسائل مالی از دست داد.
یعنی این اعتقاد راسخ را در ذهن نیمه هوشیار خود پدید آورد که روزی رسان او خداست، پس روزیش از راه می رسد و ردخورد نیز ندارد. آدمی در دست عقل کل به سان ابزاری است که با او کار می کند و مشیت خود را عیان می سازد و مشیت او برای انسان موفقیت و سعادت و توانگری است و بیان کامل نفس. Perfect self-expression، تعیین کامل ضمیر، منظور تکامل است از هیولا به سوی صورت مثالی. نقل از مترجم. اگر می خواهید نمونه های از ایمان بیباکانه را به چشم ببینید، به سیرک بروید. سیرک بازان از آن روی می توانند به کارهای شگفت‌انگیز دست بزنند که یقین دارند به انجام آن قادرند و خود را در حال انجام آن می بینند. ایمان یعنی این که بتوانید خود را در حال ستاندن آنچه می خواهید ببینید. همه زمین را که می بینی به تو خواهم بخشید. تا نتوانید خود را در حال انجام کاری ببینید، محال است بتوانید آن را به انجام برسانید. تا خود را در جایی نبینید، محال است بتوانید خود را در آن مکان یا در آن مقام بیابید. البته منظور مجسم کردن و تصویر ذهنی نیست، زیرا تجسم و تصور فرایندی ذهنی که معمولا نتایج نادرست و محدود به بار می آورد. مراد ما یقین و دریافتی است معنوی، یعنی این احساس که پیشا پیش آنجا هستید و در آن حال یا مقام، یعنی در تموج نفحات یا طیف آرزویتان. من بسیار تحت تأثیر حکایت فوتبالیست قرار گرفتم که قهرمان جهان بود. از قرار معلوم یک روز آفتابی که بی خیال در ننوی خود راز کشیده بود و تاب می خورد، مربیش اشک ریزان به سراغ او آمد و گفت: جیم، مرگ من، اگه یه ذره دوستم داری یا به خاطر کشورتم که شده از توی این ننو بیا بیرون و کاری بکن. جیم هم عاجز از نور آفتاب که توی صورتش میتابید، یک چشمش رو باز کرد و گفت: اتفاقا خودم هم در همین فکر بودم و میخواستم دنبالت بفرستم. مربی گفت: عالیه، چه کار میتونم برات بکنم؟ جیم جواب داد: اول 25 پا از اینجا فاصله بگیر و بعد علامتی روی زمین بگذار. مربی همین کار را کرد و آنگاه پرسید: خب بچه؟ جیم پاسخ داد: همش همین دیگه. آنگاه چشم بر هم نهاد و به تاب خوردن ادامه داد. تقریبا پس از 5 دقیقه چشمانش را باز کرد و چند ثانیه‌ای به علامت چشم دوخت و دوباره چشمانش را بست. مربی فریاد زد: منظورت چیه؟ داری چی کار میکنی؟ جیم نگاهی سرزنش‌آمیز به او انداخت و گفت: خب معلومه دیگه، دارم پرش طول تمرین میکنم. او آموزش خود را توی یک ننو دید، با دیدن خود در حال پرش طول، جایی که رؤیا نیست قوم گردنکش می شود. یعنی اگر امید و آرزو نباشد، انسان از تنگ دستی و محدودیت عصیان می کند. اگر رؤیایی در سر نداشته باشید، چه بسا در ظاهر سخت کار کنید و باز هم به جایی نرسید. رؤیا یعنی این که به وضوح ببینید به کجا دارید می روید، یعنی چشمتان را به هدف بدوزید. همه کسانی که به کارهای بزرگ دست زده اند و در اموری عظیم توفیق یافته اند همین کار را کرده اند. جیمز جی هیل که خط راه آهن سراسری شمار را ساخت، گفته بود که پیش از کشیدن خطوط راه آهن با گوش باطن خود صدای تلق تلق واگن‌های قطار و سوت آن را شنیده بود. البته موانع زیادی سر راهش قرار داشت، اما رویایی که در سر داشت چنان دقیق و روشن بود که از آن چشم بر نداشت. یکی از خوش اقبالی‌هایش این بود که همسرش به او اعتقاد داشت. میگویند برای اینکه رؤیایی به حقیقت بپیوندد، دو تن باید حضور داشته باشند. هنری فورد هرگاه از مادرزنش صحبت می‌کرد، می‌گفت: واقعا زن خوبی بود، عجیب به من اعتقاد داشت. هرگاه دو نفر از شما در زمین درباره هر چه که بخواهند متفق شوند، هر آینه از جانب پدر من که در آسمان است برای ایشان کرده خواهد شد. اگر به خودتان اعتقاد داشته باشید، دیگران نیز به شما اعتقاد خواهند داشت. اگر به خود و به قدرت خدا که در درون شما به ودیعه گذاشته شده ایمان داشته باشید، ترس و اضطراب از هم فرو می پاشد. آنگاه پیرامون خود تموجی از یقین و اطمینان پدید می آورید. اما این امر در مورد انسان شهودی صادق است که بدون هدایت الهی حرکت نمی کند و از هیچ الهامی سر نمی پیچد. از این رو همواره در زمان درست در مکان درست قرار می گیرد. هرچند برای پیروی از شهود اغلب باید شهامتی عظیم داشت. برای در نوردیدن دریاهای ناشناخته باید یک وایکینگ نترس بود. کلود براکدون می گوید: شهودی زیستن یعنی چهار بعدی زیستن. راه جادویی شهود شما را از سرزمین مصر یا از خانه بندگی برون می آورد. دنبال کردن این راه سحرآمیز در کسب و کار نیز گرانبهاست. مبادا با کسی که در عرصه استدلال قرار دارد الهامی را در میان بگذارید.
باشد آنان که گوشی شنوا دارند رهنمودهای شهودی خود را بشنوند و بیدرنگ اطاعت کنند. بطلبید که خواهید یافت، سوال کنید که به شما داده خواهد شد. این آیه برای همه صادق است و اگر هنوز تمامی برکات حیات را نستانده ایم یا از طلبیدن غفلت برزیده ایم یا به درستی نخواسته ایم، زیرا کتاب مقدس قانون معنویت را تعلیم می دهد و ما باید این قانون را فراگیریم و به هنگام کاربرد همه زوایا و جوانب آن را در نظر داشته باشیم تا بتوانیم دستگاه عظیم طلبیدن و ستاندن را به کار اندازیم. هر دستگاهی برای اینکه خوب کار کند باید روغنکاری شود. ایمان فعال و امید و انتظار دستگاه طلبیدن و ستاندن را منظم و مرتب نگاه می‌دارد. روغن‌های دیگری که موجب بهتر کار کردن این دستگاه می‌شوند عبارتند از آنچه در عبادت سوال می‌کنید. یقین بدانید که آن را یافته‌اید و به شما عطا خواهد شد. زنهار مضطرب نشوید، مترسید، بایستید و نجات خداوند را ببینید. یگانه قدوس اهانت نکن و به محض اینکه قانون را دریابید بیدرنگ خواسته شما تحقق می‌یابد. برای هیچ چیز اندیشه مکنید، بلکه در هر چیز با صلوات و دعا با شکرگزاری خواسته های خود را به خدا عرض کنید. برخی از مردمان آکنده از خشم و نفرت دست به دعا بر می‌دارند. روزی از زنی نامه‌ای دریافت کردم که نوشته بود: همکنون با خدا یک درد دل حسابی کردم و رک و راست به او گفتم که چه باید بکند. این زن عادت داشت با آدم‌های دوروبرش با قلدری فرمان بدهد. اکنون نیز تصور می‌کرد با گردن کلوفتی می‌تواند خدا را نیز به انجام کاری وادارد. خدا آن عقل متعالی آن خرد لایتناهی است که در درون یک کاری که ما به ودیعه نهاده شده و ما در دست او به سان ابزارهایی هستیم تا او از طریق ما تجلی یابد. اگر به راستی می‌خواهیم که خیر و صلاح ما پیش آید، باید مقاومت را کنار بگذاریم و متوازن و متعادل و آرام باشیم. باید به یاد نگاه داریم که خدا بخشاینده است و ما ستاننده. باید به یاد داشته باشیم که خدا چاره‌ساز و وسیله‌ساز است و خود بهتر می‌داند که از چه راه هدایایش را به ما برساند. آنگاه در می‌یابیم که درست دعا کردن خود هنری است. ما باید با کمال میل خود و خواسته خود را به دست خدا بسپاریم تا هر گونه که خود می‌خواهد و از هر رایی که خود صلاح می داند آرزوی من را برآورد. به محض اینکه مراد دل را با آن خرد لایتناهی در میان می گذارید، او راه انجام را می داند. منتها باید خود را از میانه میدان کنار بکشید و از سر راه او کنار بروید تا بتواند کار کند. اما اگر برای او تکلیف تعیین کنید که چه بکند و چه نکند، آنگاه راه چاره الهی را مسدود می کنید. تازه بعد هم می گویید: نمی دانم چرا دعاهای من هیچگاه برآورده نمی شوند. ما باید شیوه آرزوی صمیمانه را که همان دعای خالصانه است بیاموزیم. وقتی از ته دل میگوییم اگر خواستم خواست خدا باشد که بی تردید انجام میپذیرد، اگر نه همسنگ و معادل آن را به من خواهد داد، از هر گونه تمسک و اضطراب رها میشویم. مبادا هرگز چیزی را به زور از خدا بخواهید، تنها خواهان آن چیزی باشید که او میخواهد. این را نیز باید بدانیم که چون به قدرت خدا پیوستیم، دیگر هیچ چیز نمیتواند ما را شکست بدهد. راه‌های خدا ماهرانند و شیوه‌های او مطمئن. کارهای خداوند سترک است و شگفت. کار او جلال و کبریایی است. مزمور 23 و مزمور 121 از زیباترین مزامیر کتاب مقدسند و به آدمی احساس ایمنی کامل میبخشند. این مزامیر به دست مردی نوشته شدند که خود عملکرد قانون معنویت را آزموده بود. اگر به خدایی که در درون ماست یک سر توکل کنیم، هم حمایت و هدایت می کند و هم جزئی ترین نیازهای ما را برمی آورد. به علت ترس از دست دادن است که بیشتر مردم آنچه را که از هر چیز دیگر عزیزتر می دارند از دست می دهند. زیرا آنها به جای توکل به حافظ خود به تمهیدات بیرونی دست می زنند. هرچرا که دوست دارید در لوای قانون حمایت الهی قرار دهید، یعنی آن را به دست خدا بسپارید تا امن و امان بماند. مهمترین قسمت تحقق بخشیدن به خواسته ابراز ایمان بیباکانه است. من پیش روی تو خواهم خرامید و جایهای ناهموار را هموار خواهم ساخت و درهای برنجین را شکسته پشت بندهای آهنین را خواهم برید. البته کتاب مقدس از منازل دلاغاهی سخن میگوید و درهای برنجین و پشت بندهای آهنین همان ترسها و تردیدها و نفرتها و اضطرابهای خود شماست. درهای برنجین و پشت بندهای آهنین را خود ساخته ایم. آنها حاصل خیالات فاسد بیهوده و زائیده اعتقاد به شر هستند. میگویند یک گله فیل را داخل حصاری نگاهداری می‌کردند، منتها فیلبانان نمی‌دانستند چگونه فیلم
چگونه فیل‌ها را داخل حصار نگاه دارند. پس کنار حصار میله‌ای برافراشتند و پیرامون آن تناب کشیدند. فیل‌ها نیز پنداشتند که نمی‌توانند از حصار بیرون بیایند، حالان که کافی بود پایشان را روی تناب بگذارند و از حصار خارج شوند. اما آنها دوچار این توهم بودند که تناب زندانیشان کرده است. مردم نیز دوچار همین توهم هستند. ترس و تردید همان تناب است که پیرامون آگاهی آنها کشیده شده و نمی‌گذارد از این حصار بیرون بیایند و به تفکر روشن گام بگذارند. دید روشن به سان انسانی است که قطب نما همراه دارد و می‌داند به کجا می‌رود. باشد که شهود قطب نمای شما باشد، زیرا همواره شما را از دل جنگل خواهد رهانید. حتی انسانی بی قطب نما که شهود هدایتگرش باشد، راه خود را در جنگل خواهد یافت. حتی خواهد توانست در دریا کشتی براند. شهود به شما میگوید پای خود را آن سوی تناب بگذارید. به راستی حیرت انگیز است که چطور مردم مهمترین توانایی خود یعنی شهود را نادیده انگاشتند. همواره پیام یا رهنمود آدمی بر سر راه او قرار دارد، هرچند اکثراً بی اهمیت و احمقانه به نظر می رسند. البته اگر کسی کاملاً در عرصه عقل قرار داشته باشد، بیدرنگ آنها را از کف می دهد. اما شاگرد حقیقت گوشی معنوی دارد که بیدرنگ پیام‌های معنوی را می گیرد و می داند که فرمانهایش را از لایتناهی می ستاند. کتاب مقدس اغلب از آوازی ملایم و آهسته سخن می گوید که هرچند صدای واقعی نیست، با این حال گاه کلامی روشن را در گوش باطن ثبت می کند. وقتی هدایت می طلبیم و از ذهن استدلالی دست می کشیم، با خزانه کل تمامی معرفت ها تماس حاصل می کنیم. آنگاه هرچه که باید بدانیم بر ما آشکار می شود. البته برخی از مردم فطرتاً شهودی هستند و دائما در تماس با خرد لایتناهی یا عقل کل. منتها تفاوت اینجاست که با تکرار عبارات تأکیدی تماس آگاهانه برقرار می کنیم. دعا تلفن شماست به خدا و شهود تلفن خداست به شما. چه بسیارند مردمانی که وقتی خدا با آنها تلفن می کند، تلفنشان مشغول است و از این رو پیام را نمی گیرند. وقتی که دل سرد و خشمگین هستید یا از نفرت آکنده اید، تلفن شما مشغول است. حتما این اصطلاح را شنیده اید که آنقدر عصبانی بودم که چشمم درست نمی دید. این را نیز باید اضافه کنیم که آنقدر عصبانی بودم که گوشم درست نمی شنید. هیجانات منفی صدای شهود را خفه و خاموش می کنند. وقتی دچار دل سردی و خشم و نفرت هستید، باید عبارات حقیقت را تکرار کنید تا از جنگل نومیدی و محدودیت برهید. سوال کنید که به شما داده خواهد شد، به طلبید که خواهید یافت، به کوبید که برای شما باز کرده خواهد شد، زیرا هر که سوال کند یابد و کسی که به طلبت دریافت کند و هر که به کوبد برای او گشاده خواهد شد. آری، بی تردید راه چاره‌ای وجود دارد. راه را به من بنما. باید از برنامه ریزی و نقشه کشیدن و تدابیر و تمهیدات دست بکشیم و بگذاریم که آن خرد لایتنایی که عقل کل است کار خود را بکند. هرچند قدرت خدا چنان خاموش و فراسوی حواس است که به چشم نمی آید، اما مقاومت ناپذیر است. کوه‌ها را از جا بلند می کند و پستی‌ها را برمی افرازد و شکست نمی شناسد. تنها نقش ما این است که برای دریافت عطایا و موهبت‌های من آماده شویم و از رهنمودهای شهودی خود اطاعت کنیم. پس هم اکنون از سر راه خرد لایتناهی کنار می رویم.